گاهی اوقات از دست رفتن دارایی و ثروت برامون پیامدهای خوبی اتفاقا میاره. لذا هست که دین اسلام چنین تعریف میکنه خیر و شر رو، که هر چیزی که در مسیر رشد، کمال و نزدیک شدن شما به هدف خلقتتون باشه اسمش خیره. میخواد رنج آور باشه یا نه، میخواد از جهت مادی ضرر و زیان داشته باشه یا نه. پس اگه زلزله اتفاق میفته، اگه بیماری هست، اگه مرگی هست، از این زاویه میتونه خیر باشه. جعلت دنیا مضطرب عهد الله یطمئن العاقل الیها. خدا دنیا رو اصلا مضطرب قرار داده، ناآرام قرار داده. این که ناآرام مضطرب قرار داده خیره. چرا؟ چون انسان عاقل دل نبنده به دنیا. اینا مثل یه شکهاییست که به انسان وارد میشه که انسان رو از غفلتهاش بیدار کنه و متوجه به هدف خلقتش کنه که این دنیا برای چی اومده. این لذا هست که طبق این معیاری که دین برای ما گفته، خیر و شر تکوینی، یعنی اون چی که تو عالم داره اتفاق میفته، بر این اساس باید ارزیابی بشه که این تا چه حدی نقش در ترقی و تعالی معنوی و انسانی ما داره. اون میشه خیر. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. چه بسا اموری رو دوست دارید اما شر شماست، یعنی شما رو از هدف خلقتتون دور میکنه، و چه بسا اموری رو دوست کراهت برای شما داره، خوشایندتون نیست اما خیر شما در اون هست. اصحاب امام حسین با از دست دادن زندگی دنیا، با تحمل این رنج ها و مصیبت ها، جز خیر چیزی نصیبشون نشد. اونا بردن و اون کسانی که به خاطر درهم و دینار به جنگ او اومدن، به خاطر لذت ها و سود ها با او جنگیدن، اینها تو شر افتادن، چون از هدف آفرینش دور شدن. این هست خیر و شر در زبان بسیار ساده. خیر و شر در عالم هستی، در عالم تکوین که دست ما هم نیست. لذا یک انسان موحد تمام حوادث عالم رو خیر میبینه، شر نمیبینه. دیگه نمیاد بگه تو عالم خیر است و شر، حالا منشأ خیر خدا، منشأ شرم اهرمن. نه خیر، هر آنچه که در عالم اتفاق میفته خیر است، زیبا هست، چون تمام اونها از ناحیه خداست و همه اینها در تعالی و ترقی ما سهم داره. این هست که حضرت زینب در اسارت میگه اون چه که من دیدم جمیل بود، زیبا بود، چون خیر بود. چون موجب کرامت ما اهل بیت شد، موجب ترفیع مقام و نام اونها شد، پس همه خیره. هیچ شری اونجا نیست، هیچ زشتی اونجا نیست، اون چی که از ناحیه خدا داره اتفاق میفته. اما یک خیر و شر در عرصه قانون گذاری و تکلیف و تشریع داریم. اون یه مقوله دیگه ایه. و اون این هست که ما تو این عالم بدون قانون نمیتونیم زندگی کنیم. تمام ادیان، تمام مکاتب، تمام کسانی که حتی دین و مکتبی رو الهی رو قبول ندارن
اصلا به هیچی هم اعتقاد ندارن، همه اینها قانون رو قبول دارن. یعنی بشر باید بر اساس یک قانونی زندگی بکنه. حالا سوال اینجاست، این قانونی که بشر موظف رعایت کنه، این قانون رو باید با خیر و شر بسنجه. یعنی این قانون آیا خیر اوست؟ با همون تعریفی که کردیم، یعنی آیا عمل به این قانون، انجام دادن این قانون او رو بالا میبره یا نه؟ این معیاره. پس در عرصه تشریع، اینی که حضرت امیرم در نهج البلاغه دارن، روایات هست، آیات قرآن هست که پیامبر، ائمه، خداوند خیر انسان و شر انسان رو براش بیان کرده و گفته چی خیرته، یعنی قانونی که خیر اوست رو گفته و غیر این قانون تماما برای او شره، یعنی او رو دور میکنه از مسیر آفرینش خودش. خب اینجا سوال، این قانون برای اینکه خیر باشه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ یکی از حقوقدان ها سخنی داره، حقوقدان های غربی هست، میگه کسی میتونه قانون رو تقنین و تشریع کنه، وضع کنه، قرار بده که یک، به تمام زوایا و ابعاد وجودی انسان آگاه باشه، دو، این قانون به نفع خودش نباشه، چون ممکنه قانونگذار قانونی که وضع میکنه تو قانون مصلحت خودش رو در نظر داره، نه مصلحت کسانی که میخوان قانون رو رعایت کنن، یا اینی که این قانون رو که گذاشته بخشی و بعدی از ابعاد وجود انسان رو دیده، این قانون رو تشریح کرده، سایر ابعادش رو که ندیده، بعد مدتی یه قانون رو تبصره میزنه، بعد مدتی قانون رو عوض میکنه. لذا تنها کسی که میتونه قانون گذار باشه کسی است که این دو ویژگی رو داشته باشه، تمام ابعاد وجودی انسان رو بدونه، دو، این قانون به نفع خود او نباشه و اون کسی جز خدا نیست. ان الحکم الا لله، قانون مال خداست، خداست که میدونه این کار چه تأثیری در وجود من و شما داره و چرا؟ چون همه زوایای وجود من و شما رو میدونه، او ما رو آفریده، او هست که باید بیان بکنه که چه چیزی رو انجام بدیم و چه چیزی رو انجام ندیم و انجام دادن ما و انجام ندادن ما نه اولی سودی به حال او داره نه دومی ضرری به حال او داره. من عمل صالحم فلانفسهم یمهدون، هر کی کار نیک انجام میده برای خودش سفره داره میگستراند، گلی سر خودش میگذاره نه سر خدا. نکته بعدی این هست که قانونگذاران عالم فاقد این دو شرطن، انسان رو نشناخته براش دارن قانون می نویسن، نمی دونن انسان چه موجودیه، برای او دارن لباس می دوزن، چه حقی دارن این کار رو انجام می دن؟ با اعتراف به این که ما انسان را نشناختیم و موجود ناشناخته است، این اعتراف رو دارن براش قانون درست میکنن و به قانون الهی اعتراض میکنن، چه مجوزی برای این کار دارن؟ این کار کاملا غیر علمیه،
بحث غیر دینی است، این کار غیر علمیه، غیر منطقیه. شما هیچ اطلاعی ندارید، نمیتونید میگید این کار مجازه، این مجاز نیست. این چقدر تأثیر در انسان داره، انسان رو نشناختید. میگه آقا همجنس بازی اشکالی نداره برای انسان، مزاحمت برای دیگری نداره. شما انسان چیچی میدونی که این اشکال داره یا نداره؟ آیا براتون واقعا ثابت شده که انسان غیر از جسم روح هم داره یا نداره؟ آیا تونستی جنبه معنوی و روحانی انسان رو نفی بکنی؟ این محرمات در منطقه روح او تأثیر منفی داره. همونگونه که این قضا پزشک میاد به من و شما میگه آقا این قضا برای دستگاه گوارش شما ضرر داره، شما که نمیدونید این موضوع رو، که میاد میگه این براتون ضرر داره نخورید، اینو به این میزان بخورید. شما تابع قانونی هستید که یک انسان خبره به شما میگه، اما در رابطه با روحمون نمیپذیریم که روح ما هم قانون داره و قانونشو کسی میدونه که روح رو آفریده و مطلع از روحه، نه کسانی که منکر روح هستن. لذا هست که تنها قانونی خیر هست، تنها قانونی من و شما رو نزدیک میکنه به هدف خلقتمون، که اون قانون سرچشمش وحی الهی باشه، خدا باشه. اون قانون قانون من و شماست، او رو باید ما انجام بدیم، او خیر ماست. نکته سوم که در اینجا وجود داره این هست که همه قانونگذاران آدم در این قانونگذاری اون توانمندی رو ندارن که خدای قانونگذار داره. اگر انسان بر طبق قانون الهی حرکت بکنه، بر طبق قانون کسی حرکت کرده که اسباب عالم دست اونه و گفته هر کی بنده من باشه عالم رو من در تسخیرش میارم. این اون چیز مهمی است که در واقع از پیام‌های دین هست. همه اسباب عالم دست خداست، همه دلها دست خداست. راحت دلی رو تغییر میده، راحت اسبابی رو برهم میزنه، راحت اسبابی رو فراهم میکنه که اسباب تعیش خودش آماده شود. گه به صد هیله همه ویران شود. مسبب اسباب اونه، سبب ساز اونه، سبب سوزم اونه. منتها اگر انسان بر مدار قانون الهی که در قرآن کریم می‌فرماید و من احسن من الله حکما، چه کسی از خدا در حکم زیباتره؟ کدام حکم از حکم الهی زیباتره؟ و زیباییش به خاطر همین هست، همین سنبته‌ای که عرض کردم. و من احسن من الله حکما. این سومین نکته که عرض کردیم، نکته ایست که شخصی خدمت سید الشهدا رسید. این مقدمات بحث من برای شرح کلامی از امام حسینه که همه ما برای عزاداری اون بزرگوار گرد هم اومدیم. کتب رجل الی الحسین، فردی به امام حسین نامه نوشت. اذنی به حرفن، با دو تا کلمه منو موعظه کن. خیلی حوصله زیادی هم نداشت، دو تا کلمه موعظم بکن. فکتب الی، حضرت جواب نوشت. من حاول امرم به معصیت الله، اگر یک انسانی برای رسیدن به کاری و چیزی از مسیر نافرمانی خدا وارد بشه، همون گونه که ما میگیم غیر قانونی عمل بکنه، بدون قانون الهی کاری رو بخواد انجام بده، این آدم
کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. این آدم اون چرا که بهش امید و آرزو داره از دست میده و اون چرا که ازش میگریزد به سرعت سراغش میاد. چرا؟ چون از غیر قانون الهی وارد شده. نشنیدید میگن ان نجات و فصدق، نجات در راستگوییه؟ چرا؟ چون قانون خدا این است که شما راست بگی، دروغ نگی. اگه راست گفتی خدا اسباب عالم رو به طرف تو میاره و تو نجات پیدا میکنی، ولی اگه الان دروغ وارد شدی به مقصودت نمیرسی. ما انسان ها تجربه نکردیم حرکت بر مدار قانون الهی رو که اطاعت خدا باشه. اگه اونگونه حرکت کنیم خواهیم دید چگونه اسباب عالم به سمت و سوی ما حرکت میکنه. به اینو تجربه نکردیم. همه مردم ملتزمند به قانون، اما نه قانون خدا. همه ملتزم و مکلف میدونن به خیلی چیزا خودشون رو، اما نه به اون چیزی که خدا فرموده. حالا راز قضیه چیه؟ چرا ما در برابر هر قانونی سرخم میکنیم تا پای قانون خدا میرسه انقلت و قلتمون شروع میشه؟ فلسفه این حکم چیه؟ اول فلسفهشو میخوایم. ولی هرچی برای ما انسان‌های همجنس خودمون قانون درست میکنن هیچونه چرا میپذیریم، اما تا پای قانون خدا میاد میگه فلسفه اون چی هست؟ اول فلسفه شما بگید تا بعد فکر بکنیم تا بعد ببینیم میشه انجام بدیم یا نه. این موضوع خیلی مهم هست. ما داریم واقعا این التزام به قانون رو داریم، رنج هم براش میکشیم، اما در قانون خدا انقدر سهل انگاریم. قصه چیه؟ رازش چیه؟ رازش این هست که انسان یه مانع درونی داره، یه مانع بیرونی داره در اینی که بر اساس قانون الهی حرکت کنه. اون مانع این هست که نفس اماره در درونش امر به بدی میکنه، یعنی امر به خروج از قانون الهی. شیطان هم چنین وسوسه اش میکنه که راه خدا و قانون الهی سخته اما راه من آسون. امیر المؤمنین تو نهجت بلاغه داره از شیطان یو سلین لکن طرقه. شیطان راه های خودشو برای شما آسان جلده میده. یا آخه میخواید بری این همه زحمت بکشی نون حلالی مثلا به قول خودت به دست بیاری؟ نخیر، با دوتا درو، چهار تا دوزی، چند تا کلک، چند تا حقه بازی من پول دارت میکنم، راحت آسون تموم میشه. تا اینکه بخوای سالها زحمت بکشی پولی جمع کنی خونه بخری زندگی تهیه کنی، نه کارا رو نکن، راحت انجام میشه. راه من آسونه، اون سخت. ببین عبادت خدا، اطاعت خدا مرد میخواد، سخت، دشوار. انسانها رو در این مسیر آزمون ها ازشون گرفتن. حالا شما بیا خوشی تو بکن، بعدن هم توبه میکنی، یا سبب هم به توبه یا بعدن توبه میکنی، شما کیف خود تو بکن. نقد رو بگیر، نسیه رو رها کن. درست شد؟ شیطان میاد در وجود من این وسوسه رو میکنه. منم که از خدا خواستم، چون دنبال بیقانونی هم، دنبال خوشی و لذت هم، میگم خیلی خوب راست میگی تو. اون که خیلی سخته، عارف میخواد، سالک میخواد، ریاضت میخواد، چنین و چنان میخواد، در حالی که
امر در واقع عکس اینه. راه شیطان سختی است آسان نما، و راه دین و قانون دین آسانی است سخت نما. انسان وقتی دروغ میگه، غیبت میکنه، یه لحظه خوشش میاد، اما یک عذاب وجدان دائمی دامن گیرش میشه. گناه خوشیش یک لحظه است، اما گرفتاریش انسان رها نمیکنه. مال مردم رو خوردن راحته، این آب خوردنه، اما تو گلوی آدم گیر میکنه، رهاش نمیکنه. شب عاشورا، دیشب در مجلس اینو گفتم، اصل تاسوعا وقتی اومدن در حمله کردن به خیام امام حسین، حضرت کنار خیمه نشسته بود، چرت زده بودن، فوری سرشون رو بلند کردن، چی شده؟ گفتن آره این آمدن دارن حمله میخوان بکنن. حالا حضرتش استرابی با وقار تمام، برو بهشون بگو امشب رو تأخیر بندازن تا فردا. خیلی جالب، حضرت نفهمید امشب به ما مهلت بدن، کی اصلا به اونو مهلت بدن؟ گفتن این جنگ رو تأخیر بندازید تا فردا، خود وطن تأخیر بندازید تا فردا که چی بشه؟ اینی احب السلات، من نماز دوست دارم، میخوام امشب نماز بدم. حالا اگه به من و شما بگن امشب شب آخر عمر شماست، فردا تموم میشه، دلهوره و استراب داریم یک طرف، بعد حالا حقوق مردم گردنمونه، غیبت کردیم، تهمت زدیم، دروغ گفتیم، چی کار بکنیم اینا رو کجور میرم؟ ببینید چقدر اینها خودش و یارانش هیچ ظلمی، هیچ حق و ناحقی، شب رو با فراغت تمام میخوان با خدا عشق بازی کنن. یه درس قشنگیه امام حسین داره، اصل تاسوعای کلامش برای شما میگه. سختی انسان به یک بنده از بندگان خدا ظلم بکنه، بدبینی. آقا این ما خیال میکنیم این در بعض از زنده اسم، بعضی از گمانها گناهه. حقوق مردم، ظلم مردم، بئس الزاد الالمعاد العدوان و علالعباد، بدترین زاد و توشه به سرای آخرت دشمنی بندگان خداست. انسان تو این کارا خوشه، میخنده، مسخرم میکنه طرف، سرش هم کلاه گذاشتیم، خوب چیز کردیم، اما بعد که انجام شد رهاش نمیکنه، رهاش نمیکنه. اما اگر انسان درست عمل کرد، خوش ما داره رانندگی میکنید تو جاده، همه چی تو مرتبه، چقدر راحت رانندگی میکنید، اما یه مشکلی داشته باشید، همین عذاب وجدان دارید، هی ناراحتی، نگرانی. اگر انسان بر اساس قانون الهی بره، در نگاه اول سخته، شیطان این کارو میکنه، یا آقا صعب راه، دشوار، نخیر خیلی آسونه، یرید الله بکم الیسر، خدا از شما آسونی میخواد. وقتی میگیم بابا یه نماز از خدا از شما خواسته، خیلی خوب، آقا چقدر مگه نماز؟ خیلی عذر میخوام یه حرف رو میزنم، میزان زمانی که ما برای در دستشویی ها به اصطلاح به سر میبریم، سر سفره ها به سر میبریم، همین چیزی که در روز به طور لابد و قطعی داری انجام میدیم، زمان بندی کنید چند برابر نماز پنجگانه هستش. اینجا که میرسه میگیم سخته، اما اون این سخت نیست. برای همین قضا خریدش هست، پختش هست، نشست، همه داری وقت میگذاریم دیگه، اما برای اینکه دوتا کلمه با خدا حرف بزنیم، سبحان الله رو تو سجده میگیم، ربی الاعلا، اگر اهل نماز میشه ربی الاعلا رو تو راه میگیم. چرا خدا کم میذاریم؟
وقتی انسان وارد بشه چه سختی داره؟ خداوند تکلیف سخت برای کسی نداره. تکلیف مطابق وسع انسان هاست. انسان اگر بر قانون الهی حرکت بکنه این رو بداند، در نهایت آرامش، در نهایت آسانی، در نهایت نشاط، در نهایت این که اسباب در عالم به نفع کمال و رشد او، نه به نفع مادیات او، نه خیر، دنیا به نفع پولدار شدن نیست، به نفع رشد معنوی او حرکت کنه. میخوای اولیاء خدا رو ببینی، فردا صبح در اختیارش میذارن ببینی. میخوای یه کار خیلی بکنی، پنج نفر یهو سر کلهشون پیدا میشه، کمک کنن برو کار خیلی رو انجام بده. اینجوری همه چیز فراهم میشه براش. این هست که قانون الهی تماما خیر بشره و غیر این قانون شر بشره. اگر انسان بخواد، تعبیر امام حسینه، از طریق غیر قانون الهی که معصیت و نافرمانی باشه به جایی برسه، به اون چی که میخواد نمیرسه و اون چی که ازش میگریزه سرش میاد. امیر مؤمنان سخنی دارن: من طلب رضا المخلوق به سخط الخالق سلطه الله علیه. اگر کسی رضایت و خوشنودی مخلوق رو به غیبت نارضایتی و سخط خدا طلب بکنه و بخره، خدا این مخلوق رو بر او مسلط میکنه. یه خانمی بود در کانادا، سال گذشته اونجا من بودم، اومد گفت، حدود 60 سال سنش بود، گفت من الان داماد دارم، عروس دارم، شوهرم رفته یه زن جوان گرفته و زندگی من داره متلاشی میشه، آبرو حیثیتم داره میره. بعد شروع کرد، گفت من مطیع این شوهر بودم، هرچی گفته من انجام دادم، به خاطر اون حجابم رو برداشتم، به خاطر اون از بزرگ عربه تو کاباره ها رفتم، به خاطر اون مطیع محضش بودم. بعد اون با من اینجوری برخورد کرد، گفتم اشکالی نداره، به خاطر این مخلوق قانون الهی رو زیر پا گذاشتی، طلب کردی رضایت مخلوق را به قیمت نارضایتی خدا، و همین مخلوق این بلا رو سرت آورد و مسلط بر تو شد. اما اگر برعکس این عمل میکردی و می ایستادی، مقاومت میکردی، قلبها دست خداست. یه سالی دو سالی با تو کلنجار میرفت و اخوتر میکرد، اما خدا یه کاری میکرد که عاشق تو بشه. عاشق شدن دست خداست، محبت و عداوت دست خداست. مقلب قلوب حضرت حق. این که گفتیم قانون گذار اونه، قانون گذاری است که همه اسباب دستشه. اگه بر مدار قانون او حرکت بکنیم همه چیز مطابق میدمونه، و اگر نریم عکس میشه. اینا مفاد روایات و آیات الهی هستش. این چند نفر از جهت کمیت در کربلا که محدود و اندک بودن، بر حسب شرایط اگر شما نگاه بکنید، توی بیابونی که نه گزارشیه نه خبریه نه چیزی، اونا جانفشانی کردن و بر اساس امر الهی در پای امامشون جانشون رو بذل کردن. خدا چیکار کرد؟ 14 قرن داره میگذره، روز به روز شورش بیشتر میشه، بچه ها بیش از جوان ها، جوان ها بیش از پیر مردان شور دارن برای امام حسین.
در طول تاریخ چقدر اومدن جلوی این عزاداری ها رو بگیرن؟ تونستن؟ در ایران مخفیانه روزه خونی داشتن زمان رضا شاه، در همین افغانستان تو زیرزمین ها خونه ها میرفتن روزه میخوندن. همین منقبت خانی من پرسیدم که رسم خوبی هم هست و از حفظم میخوندن، به خاطر همین بودی که